در حالی که خیلی معتقد بودن مبارزه با بیانیه نویسی باشگاه‌ها نیاز به زمان و آموزش کافی داره، عاقبت کمیته انضباطی با تصویب جریمه‌های چند میلیاردی یه شبه ریشه بیانیه نویسی رو از بیخ و بن کند. مشاهده یک شعاع نورانی در حوالی آسمان ایران و پاکستان شایعات نگران کننده زیادی رو به وجود آورد. شایعاتی که استارتشون از لحظه اخراج آقای مترجم و تبعیدش به ارتفاعات ورزشگاه زده شد تا مشخص بشه هر شیء نورانی اون شیء نورانی نیست. با اوجگیری رقابت ثبت کلینشیت بین دروازه‌بان‌های لیگ برتر، بعضی از اونا اتوماتیک وار هر پدیده متحرک هم از توپ و غیر توپ رو مهار میکنن. همونطور که انتظار میرفت بالا گرفتن احتمال وقوع جنگ در منطقه واکنش قهرآمیز رامین رضاییان رو به دنبال داشت. او پیش از این هم بابت اجتناب از هر گونه درگیری به متولیان امر هشدار داده بود، هشداری که به نظر میرسه غیر از بازیکنهای سپاهان که کلن جنگندگی تو زمین رو فراموش کردن توسط هیچ کسی جدی گرفته نشد. البته که فوتبال همینه و نمیشه همیشه در اوج بود. به قول قدیمی ها گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. از نشانه‌های پیشرفت فوتبال ایران یکی هم اینه که برخلاف سالهای گذشته دیگه همه میدونن به جلوگیری از آسیب نخاعی نباید بی‌محابا به بازیکن مصدوم دست زد. البته گویا فقط دست نباید زد و پا هیچ اشکالی نداره. مربی خارجی لیگ برتر این روزا دوران سختی رو تجربه میکنن و به نظر میرسه که یکی یکی باید برن. آدرس جایی رو هم که باید برن میتونن از ساکت الهامی بپرسن. ببخشید این جمله رو میگم آقا، سانچز بیاد بره یه جایی اصلا آخه اسم الان ببرم خوب نیست. سانچز بیاد بره یه جایی اصلا آخه اسم الان ببرم خوب نیست. شاید اونا همچنان سر پستشون باقی میموندن اگه فقط کمی خاروندن بلد بودن. خیلی تنش میخواه خودت هم الان بگید دست شما در نکن. آره. و یا اگه بلد بودن که نشون بدن چپن اما ناگهان میپریدن به راست. گاهی از هر انگشت عوامل برگزاری مسابقات یه هنر می‌داره. از مبارزه با بلایای طبیعی مثل طوفان گرفته تا رفو و ترمیم هنرمندانه تور دروازه. ایراداتی که در تور دروازه است به قدری هنرمندانه که آدم دوست داره ازشون بپرسه اولین بار کی سوزن رو دستشون داده. این کسی که مشتراب در دست ما بلندش تو قبه چشنش بیرون آبگام. و بالاخره اینکه وضعیت جدول لیگ یه بار دیگه نشون داد که بالا نشینی و پایین نشینی تأثیر چندانی در حال خوش آدم ها نداره. بالا نشینای عصبی که همیشه با هم دعوا دارن و پایین نشینای باصفا که بلدن چجوری از زندگی لذت. آی ببرسی بود شما دنبال چی هستی؟